وضعیت مستر بیست از اونی که فکر میکردید بدتر شده. چند روز پیش من یه ویدیو در مورد یکی از دوستها و کارمنده مستر بیست درست کردم که توش به این اشاره شد که کریس تایسون با بچه‌های زیر سن قانونی در ارتباط بوده و مستر بیست هم از این موضوع اطلاع داشت. تا اون لحظه همه فکر میکردن که مستر بیست تنها گناهش اینه که اجازه میداد یه همچین آدمی توی کمپانیش کار بکنه. اما این چند روزه کلی افشاگری در مورد خود مستر بیست صورت گرفته. توی همون ویدیوی قبلی به این اشاره کردیم که یکی از کارمندهای سابق مستر بیست جلوی استدیو اون رفته و شایعه‌های بچه باز بودن کریس تایسون رو تایید کرده. اما اون یک روز بعد یک ویدیوی جنجالی در مورد خود مستر بیست درست کرده که توی اون به این اشاره شده که مستر بیست ویدیوهاش رو فیک میکنه، بچه ها رو تشویق به قمار کردن میکنه و لاتاری های غیر قانونی برگزار میکنه که بعضی از ادعاهاش رو با فکت ثابت کرده. توی این ویدیو میخوایم این ادعاها رو بررسی بکنیم. توی بخش اول به فیک بودن ویدیوهای مستر بیست اشاره میکنه. این حادثه قطار سی جی آیه، لاستیک های اتوبوس سی جی آیه، انفجار سی جی آیه، این ماشین سی جی آیه، این چاله فیکه، این یارو فیکه، این شهر خالی از سکنه نیست، ساختمون ها سی جی آیه، کل این اتفاق فیکه، این شرکت کننده بازیگری که برای مستر بیست کار میکنه، این در فیکه، این حادثه از قبل ساخته شده است، در واقع تقریبا همه ویدیوهایی که مک توشه فیکه. شاید الان بگید که خب چه ایرادی داره فیک باشه، این ویدیوها برای سرگرمیه. حرفتون کاملا درسته. اگر مستر بیست بارها نمیواد بگه که هیچ کدوم از ویدیوهام فیک نیست. همه میدونن که WWE واقعی نیست. ولی خب قطعا جان سینا نمیاد بگه که همه مبارزها واقعی هستند. I remember when I first started seeing your videos, I was like, this shit's gotta be fake. Oh yeah. Like, it's a huge problem for us now. I actually have to dial back my content sometimes just so people think it's real. Also, if what we had to film was scripted, holy shit, this stuff would be easy to pump out. Have you ever faked a video? مثلا اینجا به ساعت نگاه بکنید که اون رو ادیت زدن تا مک بتونه در ثانیه آخر مسابقه رو تموم بکنه. طبق اطلاعاتی که این دوستمون به دست آورده، مک 2 ماه قبل از حضور توی اولین ویدیوی مستر بیست از کالیفرنیا به کارولینای شمالی نقل مکان کرده، یعنی شهری که استدیو مستر بیست توش قرار داره. و مک به هر خونه ای هم نرفته، به یک عمارت میلیون دلاری. و در همون دوره شروع میکنه به کار کردن توی تیم ادیت مستر بیست. اما مک به عنوان یک شرکت کننده معمولی معرفی میشه، نه یکی از ادیتورهای مستر بیست. تازه معلوم نیست جایزه هایی که برنده شده رو واقعا بهش دادن یا نه. توی این ویدیوی 7 روز روی دریا، توی روز پنجم کاملا مشخصه کسی داخل چادر نیست. بعد از یک کات سری یهو 5 نفر پدیدار میشن. بر اساس شهادت این دوستمون، مستر بیست و بقیه همش توی یک قایق تفریحی بودن و فقط روزی چند ساعت برای ضبط ویدیو میومدن روی عرشه. نکته اینه که توی همون ویدیو اونا میگن که این اصلا فیک نیست و واقعیه. ظاهرا اونا خیلی از تایمرها رو ادیت میزنن تا بازی هیجان انگیزتر بشه و حتی برای شرکت کننده ها صدا گذاری میکنن. و اینجا رو بشید، حتی ویدیوی دروغ سنج هم فیک بوده. اما خب فیک بودن یه بحثه، اینکه نتیجه رو دستکاری بکنن یه بحث دیگه. توی ویدیوی 100 تا پسر در برابر 100 تا دختر، اول از همه که هیچ کدوم از این 200 نفر رندوم نیستن. نه، شما هیچ وقت با ساب کردن مستر بیست نمیتونید توی ویدیو شرکت بکنید. اینا یا برای همون ایالت هستن و یا اینکه خیلیشون کارمندای خود مستر بیستن، مثلا این خانمه یا دوست دختر مستر بیست. بقیه هم دوستها و فامیلهای بقیه اعضای تیم هستن. اما از اونجایی که اگه مسابقه واقعی بود امکان داشت پسرها با اختلاف ببرند، تیم مستر بیست از ترس اینکه اتهامات سکسیستی بهشون وارد بشه نتیجه باز رو دستکاری کردن تا اختلاف زیاد نباشه. تصور بکنید شما یکی از پسرهای شرکت کننده باشید و بعدش ببینید به دخترها پهپاد دادن تا شما رو چک بکنن. یه یوتیوبر که توی مسابقه قایم موشک مستر بیست شرکت کرده بود، توی چند تا مسابقه گفته بود که اونا تقلب میکردن تا آدمای مشهورتر باقی بمونن و برنده بشن. و نکته اینجاست که وقتی شما یک مسابقه و یا همون گیم شو برگزار میکنید، باید همه شرایط برای شرکت کننده های یکسان باشه. اگه حتی یه مقدار شانس یه نفر برای برنده شدن بیشتر باشه، شما خلاف کردید. اما بعد از این دوستمون به لاتاری های غیر قانونی که در طی ویدیوهای یوتیوب انجام داده اشاره میکنه. مثلا اینکه مستر بیست بعد از اینکه 40 میلیون ساب جمع کرد، یک اسکریم گذاشت که توش میگفت من طی گیوی میخوام فلان قدر پول بهتون بدم. اما موضوع از چه قرار بود؟ توی این استریم مستر بیست همراه با دوستاش میگفت اگه مثلا تا 5 دقیقه دیگه از مای تیشرت بخرید، $100 توش میذاریم. و مدام هی میگفت که وای، ما توی همه سفارش ها داریم آیتم و پول میذاریم، اینطوری اصلا نمیتونیم پول در بیاریم.
اگه داری گیوی میدی که خب دیگه اصلا پول در آوردن نداره. اما اگه لاتاریه چرا قوانین لاتاری رو رعایت نمی‌کنی؟ مثلا هر کی 5 دقیقه دیگه سفارش تیشرت بده بهش یه PS5 میدیم. خب موضوع اینجاست که توی لاتاری اعلام برنده باید کاملا شانسی باشه، 100% بر اساس فاکتور شانس. اما اینطوری بود که 1000 نفر مثلا سفارش میدادن و بعد اون به دوستش میگفت یه اسم رندوم بخون تا از بین اونا به یه نفرشون جایزه بدیم. اینجا شما فکر میکنید رندومه، ولی نه، اینطوری نیست، چرا که ذهن انسان متعصبانه عمل میکنه. مثلا وقتی یارو به اسم نگاه میکنه اصلا نمیتونه رندوم یکی رو انتخاب بکنه، قطعا اونی که اسمش ساده تر باشه رو میگه. این استریم 5 ساعت طول کشید که توی اون تقریبا 50,000 دلار پول و یا آیتم گیوی شد. در واقع گیوی نه، به صورت لاتاری پخش شد. اما اونا 50,000 تا سفارش تیشرت گرفتن. یعنی اگه قیمت هر تیشرت 42 دلار باشه، اونا 1,628,000 دلار فروش داشتن. Oh my gosh, we're not making money. Guys, we need to stop giving everyone something. We've just lost like 7 almost grand. Almost everything that someone's bought, we put something in their package. این یعنی این حرف مستر بیست چرت به تمام معنا بوده. در واقع شانس برنده شدن شما توی این لاتاری 1 در 1600 نفره. اون رسما کازینو درست کرده و نکته اینجاست که بچه‌های زیر 18 سال نمیتونن توی لاتاری شرکت بکنن. حالا به نظرتون عمده بیننده های مستر بیست چند سالشونه؟ چند ماه بعد اونا باز هم یک استریم 24 ساعته دیگه گذاشتن که مستر بیست به کسایی که ازش تیشرت بخرن 1,000,000 دلار پول میده، که دقیقاً همون شیوه قبلی رو پیاده کرده بودن ولی بدتر. توی این ویدیو مستر بیست میگه 24 نفر از کسایی که ازش خرید بکنن یک بلیت برای مسابقه 24 نفر توی دایره به ارزش 1,000,000 دلار به دست میارن، که اصلاً این ویدیو درست نشده مگر اینکه منظورش 100 نفر توی دایره باشه که جایزه اون هم 500,000 دلار بود نه 1,000,000 دلار. یعنی لاتاری که برگزار کرده حتی جایزه‌ای که توش قول داده رو هم رعایت نکرده، که این هم غیر قانونیه. و اینجا رو باشید، مک کارمند مستر بیست که خیلی توی مسابقه ها حرفه‌ایه، اینجا نفر اول حذف میشه. واقعا عجیبه مگه نه؟ مگر اینکه نفر اول که حذف میشه جایزه داره. چقدر تصادفی که کارمند خود مستر بیست که همیشه تا جایگاه اول بالا میره و هر از گاهی هم میبره، این بار همون نفر اول حذف میشه ولی بازم جایزه میبره. تازه تا دلتون بخواد توی ردیت و توی توییتر آدم هایی هستن که توی این مسابقه ها برنده شدن اما هنوز کسی باشون تماس نگرفته و پولشون رو ندادن. و نکته ناراحت کننده اینه، کسایی که معمولا توی لاتاری شرکت میکنن از قشر آسیب پذیرتر هستن و این یعنی اونا بیشتر از بقیه بهشون صدمه وارد میشه. اشکال نداره، حداقل این افراد یه تیشرت میبرن که مستر بیست اونا رو امضا کرده. شاید این تیشرت یه روز گرون بشه، مگه نه؟ خب اعتبار اون تیشرت ها زیر سواله، چرا که اینجا به راحتی میتونید ببینید که یکی از اعضای تیم مستر بیست داره امضای مستر بیست رو با یه تیشرت میزنه. یعنی خود مستر بیست امضا نکرده، دوستش کرده. همین کلیپ کافیه تا اعتبار همه اون تیشرت ها زیر سوال بره. تا حالا کلی یوتیوبر به خاطر رفتارهای مشابه کانال خودشون رو از دست دادن، ولی خب فکر کنم داشتن بیشتری میزان حساب یک فایده باید داشته باشه دیگه. ولی چون این ویدیوهای ساده ولی پردرآمد به دهن مستر بیست مزه کرده بود، چند ماه بعد اون این ویدیو رو میذاره، 10 دلار بدید و من عکستون رو به ماه میفرستم. حالا چرا 10 دلار؟ چون وقتی میزان ورودی به لاتاری کمتر باشه، افراد بیشتری تو شرکت میکنن. 3 سال بعد اون یک راکت میفرسته به سمت ماه تا عکس شما که به خاطرش 10 دلار دادید روی ماه بره. اما شت، راکت منفجر میشه. حالا به نظرتون مستر بیست پول بقیه رو پس داد؟ آره، دوبار یه چیزی مثل جریان آریک اوکسر. حداقل الان دیگه مستر بیست از این ویدیوهای لاتاری نمیذاره. نه، این ویدیوها مال تازه کار است. اون حالا برند شکلات خودش رو داره که از نظر کیفیتی فرقی با بقیه برندها ندارن. اما اون توی تبلیغات اومد گفت که ما توی این شکلات ها به صورت رندوم یه سری بلیت برای مسابقه کارخونه شکلات سازی قرار دادیم، کاملا رندوم، همراه با یک جایزه 1,000,000 دلاری و کلی آیتم دیگه. که خب اونا پول به کسی ندادن، کوپن دادن. مثلا شما یه کوپن 30 دلاری می‌بردید که میتونستید از محصولات مستر بیست باهاش خرید بکنید. اما اینجا رو داشته باشید، یه یوتیوبر که 700,000 ساب داره کاملا شانسی یکی از این بلیت‌ها رو میبره.
چقدر تصادفی که یک سلبریتی برنده میشه و حتی در نهایت کل مسابقه را میبره. چقدر شانسی. اما اینا فقط نوک کوه یخه، چرا که همین دیشب مشخص شد مستر بیست یه سرور دیسکوردی بوده که کریس تایسون برای بچه های زیر 18 سال فیلم های پورنو میفرستاده. این یکی از همه موارد بالا وخیم تره. و خب میدونم که این چند وقته قرار کلی اتفاق میفته. اگه چیز جدیدی رخ داد حتما توی ویدیو باتون در میذارم. اما در هر حال اگر با این ویدیو حال کردید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. آرزو میکنم خوبی داشته باشید. و تا قسمت بعد خدا نگهدار. Now be like shocked, like have your hands over your face, like you're emotional as you can be. So like have your hand reaching for it and then like be like shocked, like you're, yeah. Now act a little surprised, like be like really shocked with your mouth open.